سلام خدمت دانش‌آموزای عزیز، امیدوارم حال دلتون عالی باشه. دکتر یزدی هستم، مدرس تکنیکی عربی کنکور، مشاور رتبه برتر کنکور، طراح سوالات قلمچی و مدرس مؤسسه مکتبستان در خدمتتون هستم. در مورد یک بحث‌های خیلی مهم می‌خوام صحبت بکنیم. عنوان بحث شما نوشتم بچه‌ها محل اعرابی و نقش کلمات. محل اعرابی و نقش کلمات مبحث رو یه جور میخوام براتون باز بکنم که هم بتونه به شما کمک بکنه در امتحان نهایی و هم مهمتر از اون در کنکور بتونه به سوالها این دست جواب بدید. و مشکل خیلی از بچه ها هست و من احساس کردم مبحثیه که میتونه به شما خیلی خیلی کمک بکنه. به بچه ها در مورد محل اعرابی و نقش کلمات اینجوری بگم که اصلا چیه محل اعرابی؟ به بچه ها کلمات تو زبان عربی مثل زبان فارسی نقش‌های مختلفی داره. مثلا میگیم نقش کلمه چیه؟ مبتدا، خبر، فاعل، مفعول، جار و مجرور، مضاف الی، صفت. و حالا تو سال 12 هم میخونید مثلا مفعول مطلق و حال و اینا. حالا ما میخوام در مورد اینجا ما نوشتیم، دقت بفرمایید، میخوام در مورد اینا صحبت بکنیم که اینجا نوشته مبتدا، خبر، فاعل، نائب فاعل، مفعول که اسم دیگه اش مفعول به، جار و مجرور، مضاف الی، صفت. میخوام در مورد اینا صحبت بکنیم ببینیم که اصلا موضوع چیه. عرض کردم خیلی از بچه ها شاید در این زمینه مشکل دارن. ببین یه صحبت بکنیم، تمامی کلماتی که عرض کردیم تو زبان عربی وجود داره نقش دارن. یکی از این نقش‌ها که در مورد صحبت کردیم، آخر کلمات عربی رو که نگاه بکنی حرکت داره، یا ا داره، ا داره، او داره، ان، ان، اون داره. پس این حرکت ها الکی نیست، بر اساس نقشیه که در جمله داره. مفهومه؟ یعنی من همین جوری که نمیتونم بهش حرکت بدم. خب این حرکت ها رو من یه صحبتی اینجا داشته باشم. ببین اینو دقت بفرمایید. مثلا ما میگیم کلمات یا مرفوعن یا منصوبن یا مجرور. ببین خیلی از این مباحثی که ما داریم صحبت میکنیم شد در حد امتحان نهایی، سطح سال امتحان نهایی واقعا خیلی پایینه. من دارم یه جوری مطلب رو براتون جا میندازم که به بچه‌ها در حد کنکورم بتونه چیکار بکنه، کمک بکنه. ببین کلمه مرفوع میگیم، منصوب میگیم یا مجرور. مرفوع تو عربی یعنی چی؟ یعنی کلمه یا او میگیره یا اون. پس مرفوع یعنی چی بچه‌ها؟ او اون بگیره میگیم مرفوع. منصوب یعنی چی؟ ا ان. مجرور ا یا ان. پس از این بعد وقتی میگیم مرفوع یعنی کلمه چی میگیره بچه‌ها؟ او یا اون، منصوب ا ان، مجرور ا و ان. مرفوع دیگه چیه؟ میگیم او اون تو الف و نون این الف و تو واو و نون این واو هم مرفوعه. پس مرفوع یعنی چی؟ هر وقت کلمه او بگیره، اون بگیره، الف و واو. مثل این میگیم کاتبو، کاتبون، کاتبانه الف، کاتبونه واو، اینا اینه مرفوع. مفهومه؟ منصوب چی؟ کلمه ا ان یه، یه منصوبه. مجرور ا ان و یه. مفهومه؟ و حالا دانش آموز میپرسه که آقا چه کلماتی مرفوعن تو عربی؟ دقت بفرمایید، چه کلماتی میگه در زبان عربی مرفوعه؟ مبتدا، خبر، فاعل، نائب فاعل، اینا چی هن؟ مرفوعن. حالا صحبت میکنیم، فعلا گوش کن. چه کلمه منصوبه؟ مفعول یا مفعولون به. پس اسم دیگه مفعول، مفعولون به. چه کلماتی مجرورن؟ جار و مجرور به چی؟ مضافون الی. مفهومه؟ پس مرفوع یعنی او اون، منصوب ا ان، مجرور ا ان. چه کلمات مرفوع تو عربی؟ مبتدا، خبر، فاعل، نائب فاعل. چه کلمات منصوبن؟ مفعول. چه کلمه مجرور؟ جار و مجرور مضاف الیه. بریم مثال ها رو ببینیم بچه ها. مثال ها رو ببینیم لطفا. یه خورده من تصویر رو، بله، مثال ها رو دقت بفرمایید. ما چی داریم؟ میگیم الله و عالمون. دقت بفرمایید، الان یه جمله رو ما میدن الله عالم، میگه آقا نقش این کلمات چیه؟ به بچه‌ها جمله ها تو عربی یا اسمی است یا فعلیه. الان جمله اسم دیگه، الله وقتی میگیم اسم، فعل نیست دیگه. کلمه اگه ال داشته باشه، تنوین داشته باشه، اینا اسمه. پس الله عالم جمله با اسم شروع شده. به بچه‌ها جمله وقتی با اسم شروع بشه، کلمه اولو میگیم مبتدا، بعدو میگیم خبر. مفهومه؟ پس اگه الله رو بگه آقا نقشش چیه، میگیم جمله با اسم شده، میگیم مبتدا، عالم میگیم چی؟ خبر. دیگه نمیگیم فاعل و مفعول و اینا نداریم. پس اینا دقت کن، جمله با اسم شروع بشه خیلی ساده ها، میگیم مبتدا، بعد دنبال خبر میگردیم. خب حالا این از این بچه ها، مبتدامون میگیم چیه؟ مرفوعه. خبرم چیه؟ مرفوع. گفتیم
بله مبتدا و خبر مرفوع هم دارن. شما میپرسید که آقا مبتدا چرا منصوب نیست؟ خب اینجوری قرارداد کردم، پس مبتدا مرفوع، خبر مرفوع. ردیف مرفوع تو عربی یعنی چی؟ یعنی من به کلمه گفتیم مرفوع یعنی چی؟ یعنی یا او بدم یا چی بدم؟ اون. خوبه؟ او بدم یا چی؟ اون. پس میگیم الله و عالمون. اینو دقت کن. دانش آموز الان میپرسی که آقا وقتی میگیم الله و عالمون، الله رو میگیم مبتدا، عالمون میگیم خبر دیگه، نه؟ خوبه؟ حالا میگه آقا چه حرکتی بهش بدم؟ میگیم مرفوع یا او یا اون. اول سعی میکنیم به کلمه تنوین بدیم. پس اول سعی میکنیم تنوین بدیم. اسم تو سه حالت تنوین نمیگیره. این صحبتایی دارم میکنم در حد کنکورا. اسم تو سه حالت تنوین نمیگیره. کی؟ ال داشته باشه، مضاف باشه، اسم زن باشه، مثل مریم، فاطمه. الان این نگاه بکن. اینجا میگیم الله، خب مرفوع، مبتدا مرفوع دیگه، یا او بد بدم یا اون. اول تنوین میدیم. اینجا چرا تنوین نمیگیره؟ چون ال داره. میگیم الله. اینجا آلمون تنوین گرفته، مشکل نداره. بعدی الله یغفر الذنوب، میگن الله نقشش چیه؟ وقتی جمله با اسم شروع شد الله رو میگیم چی؟ مبتدا. یغفر الذنوب میگیم چی؟ خبر. مفهومه؟ بعدی علی قلبه طاهر، علی قلبش پاکه، علی رو میگیم مبتدا، قلبه طاهر رو میگیم خبر. یا بعدی الطالب فی المدرسه، طالب رو میگیم مبتدا، فی المدرسه رو میگیم چی؟ خبر. خبر من از چه نوعیه؟ جار و مجرور. پس خبر چند نوعه؟ تو شماره 1 خبر اسم، تو شماره 2 یغفر الذنوب خبر از نوع جمله فعلیه، توی مثال سوم قلبه طاهر خبر از نوع جمله اسمیه، و آخری الطالب فی المدرسه هم طالب میگیم مبتدا و اون میگیم خبر. فعلا حالا دانش آموزی که حتی در حد مدرسه و اینا امتحان نهایی همین مثال بلد باشی کافیه. الله و عالمون، الله نقشش چیه؟ خوبه، آفرین. دیگه نمیگیم فاعل، چون که جمله با اس شروع شد میگیم مبتدا، همین کافیه تو امتحان نهایی. عالمون میگیم چی؟ خبر. تمام، دیگه نمیگیم فاعل. مثال بعدی الله یغفر الذنوب، آقا الله نقشش چیه؟ جمله با اس شروع شد الله رو میگیم مبتدا، یغفر الذنوب میگیم چی؟ خبر. تمام. میریم مثال های دیگر رو نگاه بکنیم بچه ها. یه مثال بزنم تو فارسی بچه ها. الان تو فارسی ما مثال داریم که علی غذا رو خورد. علی غذا رو خورد. چه کس خورد؟ علی. علی کننده کار میشه فاعل. غذا را، اون کلمه‌ای که را میاد دوش چیه؟ مفعوله. علی رو میگیم فاعل و غذا را رو میگیم چی؟ مفعول. الان این مثال رو ببینید. یغفر الله الذنوب، خدا گناهان را میامرزد. بله، خدا گناهان را میامرزد. یغفر رو فعل دیگه. ما وقتی ببین بچه ها، جمله وقتی که با چی شروع میشه؟ با فعل. پس اینو لطفا دقت کن. ما وقتی فعل داریم دیگه مبتدا خبر نداریم. جمله گفتیم اگه مثل الله و عالمون جمله با اس شروع بشه مبتدا خبر. اینجا وقتی فعل داریم یغفر رو میگیم فعل. میبخشد خدا گناهان را، گناهان را، اون کلمه ای که بعد فعل معمولا ا داره، رامیان میشه مفعول. الله رو میگیم چی؟ فاعل. پس یغفر و فعل، الله رو میگیم چی؟ فاعل. معمولا فاعل مرفوع دیگه، او داره، ببین بعد فعل او داره. میامرزد خدا گناهان را، یغفر و فعل، الله رو میگیم فاعل کننده کاره، فاعل معمولا بعد فعل او داره. ذنوب ا داره، بعد فعل ا داره، تو ترجمهش را بیاد میگیم مفعول. بعد این فعل چون که مفعول داره بهش میگیم فعل چی؟ متعدی. یه فعل لازم داریم، یه فعل متعدی. ببین هر فعلی حتما فاعل میخواد. ببین فاعل همیشه بعد فعل میاد. اگر در جمله مفعول باشه فعل چیه بچه ها؟ متعدی. مفهومه؟ پس لطفا نگاه کن. یغفر رو میگه الله نقشش چیه؟ میگیم چون یغفر رو فعله، الله کننده کاره دیگه، بعد فعل او هم گرفته میگیم فاعل. ذنوب چی؟ میگیم بعد فعل کلمه ا بگیره، تو ترجمهش را بیاد میگیم چیه؟ مفعوله. حالا میگم فعل لازم یا متعدی. متعدی یعنی چی؟ یعنی اگه جمله مفعول داشته باشه میگیم متعدی. حالا جمله های دیگر رو نگاه میکنیم در ادامه، میخونیم ببینیم فقط فاعل گرفته، مفعول نگرفته، میشه لازم. مثال بعدی رو ببینید. یضرب الله الامثال للناس، خدا مثال ها را برای مردم میزند. یضرب و فعل دیگه. خب الله نقشش چیه؟ میزند خدا. چه کس خدا؟ او هم داره، فاعله. امثال را بعد فعل ا گرفته و را هم اومده، میشه مفعول. بله، و حالا این فعل چون که مفعول داره فعل میگیم چیه؟ متعدی. لناس نقشش چیه بچه‌ها؟ لناس یه حرفی اومده به اضافه اسم، بهش میگیم جار و مجرور. مثلا ال المدرسه، ال البيت، فل بيت، مثل متممه دیگه.
پس یه حرفی بیاد به اضافه یه اسم بیاد بهش میگیم جار و مجرور. پس اگه در جمله مفعول بیاد فعل متعدی، فاعل هم همیشه بعد فعل میاد. حالا در مورد صحبت میکنیم. این از این. ببین بچه ها، الان تو بعضی عبارت ها فاعل همیشه اینجوری نیست. مثال دقت بفرمایید. انواع فاعل، اینو دقت کن، ممکن اسم ظاهر باشه، ضمیر بارز باشه، ضمیر مستتر. اینو گوش کن، یه سری مباحثی داریم میگیم تو کنکورم بتونه به دردتون بخوره. حالا در سطح امتحان نهایی هم در ادامه سوال حل میکنیم. میگه ذهب علی الى المدرسه، رفت علی به مدرسه. حالا رفت علی به مدرسه، بچه‌ها فعل همیشه فاعل میخواد، این یادتون باشه. فعل همیشه فاعل میخواد، فاعل هم همیشه بعد فعل میاد. حالا الى المدرسه تو این عبارت ها نقشش چیه؟ میگیم ذهب علی الى المدرسه، ذهب الى المدرسه، ذهب الى المدرسه. تو این سه تا عبارت الى المدرسه نقشش چیه؟ یه حرفی اومده به اضافه اسم، میگیم جار و مجرور. خوبه. حالا تو مثال اول رفت علی به مدرسه. خب چه کس رفت؟ علی بعد فعل اومده، علی او هم گرفته فاعله. پس علی فاعله. فاعلمون اصلا یه اسمه، بهش میگیم اسم ظاهر. پس فاعلمون میگیم یه اسم ظاهره، یعنی یه اسم مثل علی، محمد، طالب. مثال بعدی ذهبوا الى المدرسه، فعل فاعل میخواد دیگه، در مدرسه جار. فاعل ما کدومه؟ اون ضمیری که همراهش اومده، مثل ذهبا، اون الف، ذهبوا، اون واو. پس این واوو میگیم فاعلشه، فعلت ما فاعل میخواد دیگه. خب من دیگه وقتی ندارم میگم فاعل ضمیر بارز واو، اون ضمیری که من میبینم. تو مثال آخر ذهب الى المدرسه، رفت به مدرسه. الى المدرسه چیه؟ جار و مجرور. حالا فاعل من کدومه؟ من علی دارم؟ نه، ضمیری وصل نه، میگم فاعل ضمیر مستتر. مستتر یه تبال اضافه بکنی اینجا، مستتر هو، ضمیر پنهان. چرا میگیم هو ذهب؟ مگه صیغه هو نیست؟ هو ذهب دیگه. پس فاعل ما یا مثل علیه یا مثل واو ضمیر بارز یا این. حالا مثال های دیگر رو دقت بفرمایید بچه‌ها، دقت بفرمایید لطفا. مثال داریم ذهب تا الى المدرسه. فاعل المدرسه که فاعل ما کدومه؟ فاعل تا، فاعل ضمیر بارز تا. میگیم ذهبت الى المدرسه. ببین مثلا اگه به جای ذهب تا تی باشه، تی فاعل میشه، ذهب تو، اون تو، ذهب نانا. اما این مثال دقت کن، ذهبت الى المدرسه، هی ذهبت، این تی دیگه فاعلمون تی نیست، فاعلش هیه هست. فاعلش چیه؟ هیه. وقتی میگیم این مثال دقت بفرمایید، میگیم یذهبان الى المدرسه، باز الى المدرسه جار و مجرور، فاعل من کدومه؟ این الف فاعله. ببین فاعل ضمیر بارز واو، الف. یذهبون الى المدرسه، خب این جار و مجرور، فاعل من کدومه؟ واو. یذهبن الى المدرسه، فاعل من کدومه؟ نون. ببین تو صیغه هن و انتن مثل یذهبن و تذهبن این نون فاعله، مفهومه؟ حالا یه سری دانش آموزایی که ممکنه سطحشون پایین باشه، قبلا نخونده باشن اینا براشون یه خورده غریب باشه، عجیب غریب باشه، حالا اما خود تو کنکور اینا استفاده میشه. من دارم یه اطلاعاتی به شما میدم که بتونه به شما کمک بکنه. حالا در ادامه نگران نباشین، سوالهایی که مربوط به امتحان نهایی ما هست چیکار میکنیم؟ یه کوچولو با هم حل میکنیم که بتونه به شما کمک بکنه. خب میخوایم در ادامه اینو دقت بکنید، بخصوص تو کنکور و یا اونایی که دوست دارن توی امتحان نهایی 20 بشن، خیلی به اینا کمک میکنه. اینو دقت کن، میخوام در مورد صفت و مضاف الیه اینا صحبت بکنیم. میگه یزرعه الفلاح المجد اشجار التفاح، خب میگه کشاورز کوشا درختان سیب را میکاره. ها یزرعه فعل دیگه، من وقتی فعل دارم الان میگن آقا فلاحون نقشش چیه؟ میتونم بگم مبتدا خبر؟ نه، جمله وقتی من فعل دارم مبتدا خبر دیگه نداریم، فاعل داریم، مفعول داریم. خب میگه میکارد کشاورز، خب چه کس میکاره؟ کشاورز. تازه بعد فعل گفتیم اگه او داشته باشه این فاعله، پس فلاح فاعل. الفلاح المجد، کشاورز کوشا، معلومه صفته. بعد صفت رو دقت بکنیم، شبیه کلمه قبلشه که بهش میگیم موصوف. فلاح ال داره، مجدم ال گرفته، فلاح او داره، اونم او داره، اون مذکره، این مذکره. پس مجد رو میگیم چی؟ صفت. میگیم میکارد کشاورز پرتلاش درختان سیب را، درختان را، هم را اومده هم ا گرفته، مفعوله، مفعول. تفاهی نقشش چیه؟ اشجار و تفاه، میگن آقا تفاه نقشش چیه؟ آیا میتونه مثلا، خب فاعل که گرفته، مفعول گرفته، صفت هم که دیگه نمیتونه باشه. ببین صفت شبیه اسم قبله، ببین فلاعل داره، اما اینجا اشجار ا داره، تفاه ا داره. حالا خب شبیه هم نیستن دیگه، باید حرکت ها شبیه هم باشه و با هم ست باشن. خب دیگه مبتدا خبر هم که نمیدونی چیزی نیم، خب معلومه که مضاف الیه. مثال بعدی رو ببینید، الحسد و یأکل الحسنات، حسادت میخورد نیکی ها را همانطور که میخورد آتشی زمرا. خب این ببین دو تا جمله، یه جمله اینه
الحسد و یاکل الحسد. میگن آقا نقشش چیه؟ خب الحسد نقشش چی بچه‌ها؟ جمله با اسم شروع شد دیگه، فعل که ندارم که. الحسد رو میگیم مبتدا، بس اینو دقت کن دیگه، نمیگیم فاعل، مفعول، صفت، مضاف الیه، جار و مجرور، مبتدا. الحسد مبتدا. کل این جمله یاکل الحسنات میشه چی؟ خبر. مفهومه؟ اینو دقت کن، این خیلی مهمه. پس الحسد رو میگیم مبتدا، کل جمله یاکل الحسنات رو میگیم خبر. حالا این خود چه جمله دیگه؟ یاکل الحسنات یه جمله، میخورن نیکه ها را. الان میگن آقا یاکل و زیرش خط میکشن، میگن نقشش چیه؟ میگه میخورن نیکی ها را. خب اون کلمه ای که را اومده نقشش چیه؟ مفعوله. حالا یاکل و فعل دیگه، فاعل میخواد. فاعل گفتیم همیشه بعد فعل میاد، پس کلمه حسد نمیتونه فاعلش باشه. پس اینا دقت کن، الان میگن یاکل و فعله، الان حسنات فاعلشه یا مفعولشه؟ میگه میخورد نیکی ها را، ای را اومده پس مفعوله. فاعلش چیه؟ فاعل گفتیم هیچ وقت قبل فعل نمیاد، وقتی ندارم میگم فاعل ضمیر مستتر چیه؟ هو. حالا دانش آموز زیرک سطح بالا میپرسه آقا حسنات مفعوله دیگه، مفعول منصوب بود ا بگیره، چرا ای گرفته؟ جمع مؤنثه. حالا البته نمیخون تو کنکور امسال نمیاد، هر وقت قرار ا بگیره به جای ا ای میگیره، یعنی جمع مؤنث هیچ وقت ا نمیگیره. حالا این بماند. در ادامه دقت بکن، تاکلو همانطور که میخورد آتش هیزم را، خب بعد فعل او داره، معلومه فاعله. هیزم را، اون کلمه که بعد فعل ا داره، را میاد مفعول میشه، پس تاکلو فعل نار رو میشه فاعل حتبه. میگن آقا حتبه نقشش چیه؟ بعد فعل ا داره، تو ترجمهش هم را میاد، میخورد آتش هیزم را، خب معلومه که نقشش چیه؟ مفعوله. این نقش کلمات اینا عرض کردم، خیلی خیلی مهمه بچه ها، اینو دقت بفرمایید. مثال بعدی رو، الطلاب المؤدبون محترمون، دانش آموزان مؤدب محترمان نزد معلم ها. دارم بیشتر توضیح میدم که مطلب جا میفته. میگه طلاب نقشش چیه؟ خب معلومه مبتداه، مبتدا مرفوعه، مرفوع علامت رفعش چیه؟ ذمه او. مؤدبون نقشش چیه؟ طلاب المؤدبون، اینو دقت کن، خب صفت ال داره، ال داره، او داره، صفت مرفوعه. الان دانش آموز میپرسه یا آقا چه صفت مرفوعه؟ طلاب او داره، مؤدبون ا داره، شما مگه نگفتی باید ست باشه؟ ببین بچه‌ها، گفتی مرفوع او، اون، الف و واو، این مرفوع به واوه، مفهومه؟ محترمون رو میگیم چی؟ خبر. باز مرفوع به چیه؟ واو. عند معلمین، حالا عند یه نقشیه که نمیخونید بهش میگیم قید، معلمین میگه نقشش چیه؟ اینو دقت کن بچه‌ها. پس طلاب شد مبتدا، مؤدبون شد صفت، محترمون شد خبر، معلمین نقشش چیه؟ این نکته رو دقت کن، ما اینجا داریم میگیم هرگاه اسمی بعد از کلمات انده، کل، جمیم، عبس، فوق، امام، تحت اینا بیاد، اون اسم رو میگیم مضاف الیه. پس بعد از انده، کل، جمی، مع، بعض اینا اسم بیاد، موسیقی مضافه الیه. الان این مثال بالا رو دقت کن، میگیم اندل معلمی، پایین گفتیم بعد از انده اسمی که بیاد بهش میگیم مضافون الی. خوبه؟ یا بعدی کل الطلاب ذهبوا الی شیراز، کل بعدش اسم جمع میاد، میگیم همه ی دانش آموزان به شیراز رفتن. کل نقشش چیه؟ جمله با اس شروع شد، مبتدا. حالا میگه آقا طلاب نقشش چیه؟ خب ما اینجا گفتیم دیگه، بعد از کل گفتیم اگه اسم بیاد بهش میگیم مضافون الی. حالا کل رو میگیم مبتدا، طلاب میگیم مضافون الی، ذهبوا الی شیراز رو میگیم چی؟ خبر. بچه ها دقت بکنی، الان دانش آموز نگه کل فاعلا، حواست باشه، جمله فعل که من ندارم که، فاعل نیست، مبتداه. خب حالا در ادامه نگران نباشید، باز چیکار میکنیم؟ نمونه سوال رو حل میکنیم با هم که باز مطلب جا بیفته. این خیلی مطالبی که دارم میگم در حد کنکورم هست، اینو دقت کن مثال ها رو. هازا کتابهو، میگن آقا نقشش چیه؟ هازا اسم بچه ها دیگه، نه هازا وقتی اسم میگیم مبتدا، کتاب میگیم چی؟ خبر. یا آقا این ه نقشش چیه؟ میگیم اگه ضمیری به اسم بچسبه بهش میگه مضاف الیه، مفهومه؟ پس اون ه نقشش چیه؟ خیلی مهمه در کنکور، خوراک طراحه، میگه مضاف الیه. پس هازا کتابو، هازا مبتدا، کتاب خبر، ه رو میگه مضاف الیه. بعدی هازا کتابو تلمیز، هازا باز مبتدا، کتاب میگیم خبر، تلمیزه نقشش چیه؟ خب میتونیم دیگه مثلا بگیم فاعل مفعول، نه مثلا فعلی ندارم. میتونیم صفت بگیم، نه کتاب او داره، تلمیز ای داره، اصلا ست هم نیستن، تازه ترجمه هم میکنه دیگه، کتاب دانش آموز مضاف الیه. مثلا وقتی میگیم کتاب زیبا، زیبا صفته، کتاب زیبا است. البته میگیم کتاب دانش آموز، کتاب دانش آموز است، معنی نمیده دیگه، اون مضاف الیه.
پس هر ضمیری که به اسم بچسبه مضاف الیه. میگیم هازا کتاب او، هازا مبتدا، کتاب میگیم خبر، هی رو میگیم مضاف الیه. خوبه؟ اینو دقت کن. تو صفحه قبل من در مورد صحبت کردم. ببین بچه‌ها، میگیم ضمایری، اینو قشنگ دقت کن. یعنی واقعا تو کنکورم یه چند تا سوال میاد، من اینجا دارم مفصل صحبت میکنم، یعنی اون تکنیک رو بگیری تمومه. میگیم ضمایری که در صرف فعل به کار بره فاعله. یعنی چی؟ بچه ها، پس ضمیری که در صرف فعل به کار بره فاعله، مثلا میگیم ذهبا، اون الف، ذهبو، فعل رو صرف میکنیم، ذهبتم، تم، ذهبتو، اون تو، یذهبانه، الف، یذهبونه، واو، تذهبینه، یه، یذهبنه و تذهبنه، نون. پس این ضمایر رو ما میگیم فاعل. مثل میگیم مثلا هو ذهبو، فاعل من کدومه؟ واو. ذهبت، اون ت، ذهبت ت. پس حله، پس ضمایری که تو صرف فعل ها به کار میره اونا چی هن؟ خوبه، آفرین، فاعلن. اما اینو دقت کن، اما اگه ضمیری که به فعل بچسب مفعوله، پس اینو قشنگ دقت کن، میگه آقا ضمیری که در صرف فعل بیاد، مثل این، ببین اینو دقت کن، میگیم عرفا، عرفو یعنی شناختن، تو صرف فعل دیگه، فعل وقت صرف میکنی این واو تو صرف فعل میگیم چیه؟ فاعله. اما ضمیر به فعل بچسبه. شما وقتی میگی عرفه ها، آیا فعل به نام عرفه ها داری؟ نه، یعنی فعل من عرفه هست به اضافه ها، ضمیر به فعل چسبیده، یعنی او را شناخت، تو عرفه ها، ها مفعوله، فاعلش چیه؟ هو. حالا امیدوارم که متوجه شده باشی. پس یه بار دیگه ببین، سختش نکن. وقتی بس من میگم عرفا عرفو، ضمیر تو صرف فعله، میگیم هما عرفا، هم عرفو، این واو فاعله. اما وقتی میگی عرفه ها، فعل به نام عرفه ها داری؟ نه، یعنی عرفه به اضافه ها شد، ضمیر به فعل چسبیده، مفعوله. یه سری دیگه مثال اضافه بریم، مثال اضافه بریم بچه ها، اینو دقت کن، این خوراک طراح تو کنکور، اینو دقت کن. مثلا میگه عرفو هم، گفتیم اگه ضمیر تو صرف فعل به کار بره چیه؟ فاعل. وقتی میگیم عرفوهم یعنی فعل من چیه؟ آنها را شناختند، یعنی فعل من عرفه، عرفه، عرفو، عرفو به اضافه هم دیگه، عرفو به اضافه هم. خب ضمیر گفتیم تو صرف فعل باشه، عرفو و فاعله، هم میگیم چی؟ مفعول. یا یه داستان دیگه، ضمیر به فعل بچسبه میگیم چی؟ مفعول. میگیم سألها المعلم، معلم از او پرسید. خب سألها میگیم سأل به اضافه ها شد دیگه، گفتیم هر ضمیری به فعل بچسبه ها رو میگیم مفعول، معلم رو میگیم چی؟ فاعل. حالا امیدوارم که متوجه بشید. اینا مباحثیه که بالاخره مال درس 5 و 6 عربی سال 10، یکی از مهمترین مباحثه. حالا اینا مباحثیه که داریم خدمت شما چیکار میکنیم؟ عرض میکنیم. خب آخرین نکته ای که اینجا میخوام در مورد صحبت بکنم و در هم در کنکور ازش سوال تر میشه عزیزان، هم در امتحان نهایی، در مورد فعل چیه؟ مجهوله. فعل معلوم و مجهول. فعل معلوم و مجهول، دقیق بفهمید، خیلی مهمه، هم در ترجمه مهمه، هم در قواعد. ببین فعل داریم یکتوبو، یعنی می نویسد. حالا کتبه چی؟ نوشت. یکتوبو فعل مضارعه، زیرش می تونیم بنویسیم. پس یکتوبو فعل مضارعه یعنی می نویسد، کتبه فعل ماضیه نوشت. حالا اینو خیلی فعلا معلومه، میخوایم مجهول بکنیم. مجهول بکنیم، مجهول تو عربی یعنی چی؟ مجهول یعنی اینکه، حالا تو فارسی هم اینجوریه، فاعلش نامشخصه. یه وقتی شما چی میگی؟ میگی علی غذا رو خورد، علی فاعل، غذا را مفعوله، من فاعلم مشخصه، فعل من چیه؟ معلومه. یه وقتی میگی غذا خورده شد، اما فاعل من نامشخصه، این فعل مجهول شد. پس خلاصه کلام اینه، یکتبو مینویسد، کتبه نوشت، که اولی فعل مضارع دومی ماضیه. حالا یکتوبو رو بخوایم مجهول بکنیم، فعل مضارع رو بخوایم مجهول بکنیم، اول او میگیره، اینو دقت کن، اول سب کنیم من بیارم پایین تر، اول او میگیره، دومین حرف اصلی اه. پس یکتبو یه دونه میگه آقا این فعل معلومه یا مجهوله؟ خوراک طراحه، هم تو کنکور هم تو امتحان نهایی، همین مبحثی که الان داریم صحبت میکنیم، حداقل 3-4 نمره از سوال تر میشه تو کنکور، یعنی توی امتحان نهایی. بله، یکتبو. پس فعل مضارع بخوام مجهول بکنیم، اول او، به دومین حرف اصلی اه. یه مثال تو ذهن داشته باش، یکتبو، این میشه مضارع مجهول.
تو ترجمه مجهول یا شد میاریم یا میشود. برای مضارع میشود میاریم، میگیم نوشته میشود. کتب نوشت مجهولش، اول امیدیم، اولش رو امیدیم به دومین حرف اصلی کتب. پس کتب فعل مضارع دیدی، او ماضی ای گرفته، یعنی اول او به دومین حرف اصلی ای گرفته، میگیم ماضی مجهوله. کتبه بس مجهوله، معنیش میشه نوشته شد. خوبه؟ پس یکتبو مضارع مجهول نوشته میشه، بعد کتبه ماضی مجهوله. حالا اینو دقت کن، خلق الانسان و ضعیفان، در مورد نقش کلمه میگه خلق فعل مجهول دیگه، ما فهم بچه ها خلق فعل مجهوله. میگه آقا این کلمه ای انسانو نقشش چیه؟ بعد فعل ما معمولا فاعل داریم، اما بعد فعل مجهول اون کلمه ای انسانو میگیم نائب فاعل. پس خلق رو میگیم فعل مجهول، انسانو رو میگیم نائب فاعل. یا میتونیم اینجوری بگیم، پس خلق میگیم فعل مجهول نائب فاعلش انسان، یا میتونیم بگیم خلق فعل مجهول فاعله محذوف، فاعلش هست شد دیگه. خلق مجهول دیگه، میگیم انسان ضعیف آفریده شد، چون مجهوله ماضی هم هست آفریده شد ترجمه میکنیم. بعدی رو دقت بفرمایید بچه ها، یعرف المجرمون. ها یعرف فعل مجهول، مجرمون نقشش چیه؟ میگیم نائب فاعل، یا میگیم یعرف فعل مجهول فاعلش محذوفه. حالا میخوایم ترجمه کنیم، تبهکاران از چهرهشان شناخته میشوند. بله فعل مجهول مضارع میشود، اون بالا ماضیه چی آورده؟ احسن، شد آورده. الان دانشان میپرسه اگه آقا نائب فاعل مگه نگفتی؟ نائب فاعل بچه ها مثل فاعل مرفوعه، یعنی یا او میگیره اون میگیره الف و واف. الان میگه آقا من با انسانو مشکلی ندارم، اما اینجا چرا شده مجرمون؟ نه مگه شما نگفتی نائب فاعل مرفوعه؟ چرا ا گرفته؟ آقا چرا ا گرفته؟ میگیم نه، علامت رفعش چیه؟ واوه. پس یه بار چک کنیم بچه ها با هم، یکتبو مضارع مجهوله یعنی نوشته میشود، کتبه ماضی مجهول نوشته شد، خلق الانسانو خلق فعل مجهول انسانو رو میگیم نائب فاعل، یا میگیم خلق فعل مجهول فاعلش محذوفه، خلق آفریده شد، یعرفو چون که مضارعه میشه شناخته چی میشود. اینا نکات خیلی مهمه. در ادامه برای اینکه مطلب براتون جا بیفته یه سری نمونه سوال از این مباحثی که با هم صحبت کردیم، نمونه سوال امتحان نهایی حل میکنیم که مطلب برای شما جا بیفته. خب بچه ها در ادامه برای اینکه این مطلب براتون جا بیفته، همون بحث مبتدا خبر و اینا، یه چند تا سال خرداد و نمیدونم شهریور و دی یا سالهای قبل امتحان نهایی رو با هم چکار میکنیم حل میکنیم. حالا این موضوعی که ما داریم در مورد صحبت میکنیم، محل اعرابی و اعراب و تحلیل و صرفی و روشی 1.5 تا 2 نمره در امتحان نهایی از سال طرح میشه. حالا ممکنه که اینا تلفیقی باشه دیگه، یعنی از درس 1 تا 5 به نوعی سال 12 هم ازش سوال تر میشه دیگه. و حالا ببینیم که موضوع چیه، موضوع چیه بچه ها. این مثلا از خرداد 98 میگه محل اعرابیه. پس دقت بکن، خیلی از بچه ها سر جلسه اونجا کسی نیست که به شما جواب بده که آقا این محل اعرابی چیه. خودت باید بدونی دیگه. هله میگه این محل اعرابی، یعنی نقش این کلمات چیه، که مبتدا خبر فاعل مفعول صفت مضاف الیه جار و مجرور. حتی ما تو سال 12 داریم دیگه، درس 1 حروف مشبهه داریم، لای نفی جنس داریم، درس 2 حال داریم، درس 3 استثناء و مستثنا و اینا داریم، درس 4 مفعول مطلق داریم، درس 5 منادا داریم. اینا همه نقش کلمات هم دیگه. شماره 1 رو دقت بفرمایید، الف و میگه نزل ال، اینو لطفا دقت کن، میگه نزل الملائکه تنزیلا. اینو قشنگ دقت کن چون نزله فعل چیه مجهوله، صحبت کردیم نزله فعل مجهول. پس فعل مجهول ملائکتو نقشش چیه؟ نزله ببین او گرفته ای گرفته مثل کتبه، پس ملائکتو میشه نائب فاعل، ملائکتو نائب فاعل. تنزیلا نقشش چیه؟ مال درس 4 سال 12 نزل الملائکه تنزیلا، مستریس منصوب از جنس فعل جمله، بهش میگی مفعول مطلق تأکیدی. هله؟ پس نزله فعل مجهول ملائکته رو میگیم نائب فاعل، تنزیلا رو میگیم مفعول مطلق تأکیدی. ب لیت الرجل العلامه، میگه کاش مرد بسیار دانا. لیت حروف مشبهه درس 1 سال 12 رجل نقشش چیه؟ میگیم اسم حروف مشبهه منصوب، اسم حروف مشبهه منصوب. علامه نقشش چیه؟ الرجل العلامه، ال داره ال داره
مرد بسیار دانا صفتشه. بله، من از جمیع طلاب تو درس ما با هم صحبت کردیم، گفتیم بعد جمیع و کل و انده طلاب نقشش چیه؟ مضاف الی فی المدرسه هم که تابلوه دیگه، نقشش چیه؟ جار و مجرور. فی المدرسه رو میگیم جار و چی؟ مجرور. اینا نقش کلمات. یکیش هلوشه، دقت بفهمه، یک و نیم نمره اینجوری سال میاد و نیم نمره هم این سبکی که الان میخوایم با هم چیکار بکنیم کار بکنیم. اینو دقت بفهمید، این که خیلی خیلی آسونه. اینو دقت کنیم، چی میگه سوال؟ میگه عین صحیفی تحلیل و صرفی و اعراب، کلمه‌ای که زیرش خط کشیده. ببین اول یه نیم نگاهی داشته باش، دو تا کلمه رو میگه اولی المومن دومی از لمو. خب میگه یک درست یا دو، اختلافا رو چک کن. میگیم المومن و لای از لمو، اولی چک بکن مومن نقشش چیه. اول جمله با اسم شروع شد بچه ها، مبتدا دیگه نه. ببین تو یک نوشته فاعل غلطه، مبتدا، پس پاسخ شماره چنده؟ دو. به همین سادگی. پس اختلافا رو چک کن. یا اینجا چی نوشته؟ پس ما به جواب رسیدیم، حالا ببینید چیزای دیگه. مثلا یکی شد از اینجا بره، مومن مفرد دیگه، جمعش غلطه. تمام. بعدی چی؟ یزلمو. بچه‌ها مجهوله، اینجا نوشته معلوم، اینجا مجهول. مجهول اولش مگه نگفتیم با او بگیره؟ مجهول غلطه. پس پاسخ شماره چنده؟ یک. مفهومه؟ حالا چیز دیگه هم هست، ثلاثی مجرد یا مزیده. مجرد یا مزید، اون وزن هایی که داریم، 8 تا وزن پارسال خوندیم، افعال، تفعیل، مفاعلت، اگه تو اون وزن ها بره مزیده. خب مزید نیست دیگه، پس پاسخ شماره چنده؟ یک. به همین سادگی. باز سوال های انتخاب کردیم از محل اعرابی از خرداد 99. خرداد 99 میگه ایه محل اعرابی، این کلمه نقشش چیه؟ الامال المجتهدون. امال نقشش چی بچه ها؟ جمله با اسم شروع شده، امال کارگران پرتلاش، امال رو میگیم مبتدا. مجتهدون نقشش چیه؟ آفرین، کارگران پرتلاش، داره در موردش صحبت میکنه، صفته. فیلمسنه نقشش چیه؟ یه حرفی اومده به اضافه یه اسمی، فیلمسنه رو میگیم چی؟ جار و مجرور. آفرین. دو، کل طعام، هر غذایی. کل نقشه چیه؟ اول جمله با اسم، مبتدا. تمام نقشه چیه؟ گفتیم بعد از کل و انده و جمیع و اینا یه اسمی میاد، بهش بگیم مضاف الی. خوبه، آفرین. لا یسکر اسم، حالا این اسم نقشه چیه؟ یسکر نگاه بکنیم، او داره، ا داره، فعل مجهوله، بعد فعل مجهول، او نقشه چیه؟ یعنی اسمو، نائب فاعل. خوبه، آفرین. تمام اینا تو درسنامه صحبت کردیم. 18 چی؟ میگه تو این عبارات مبتدا و مجرور بر فجر منادا اینا رو مشخص کن. بله، مثلا یا عباد بعد یا، مال درس 5 سال 12 ما، اسمی که بعد یا اومد عبادو میگیم چی؟ منادا. خوبه، آفرین. مبتدا کدوم بچه ها؟ جمله با اس شروع شد. بله، تلمیزات، جمله با اسم، اول جمله با اس شروع بشه، یعنی جمله اسمیه باشه، تلمیزات میگیم چی؟ مبتدا. مجرور به حرف جر کدوم بچه ها؟ مجرور به حرف جر، جار و مجرور نه، نظافت بعد حرف جر اومده، نظافتو میگیم مجرور به حرف جر. حالا خبر حروف مشبهه چی؟ بچه ها ما کلمه ان نداریم دیگه، ان حروف مشبهه، عرض اسمشه، واسعت خبر حروف مشبهه. عرضو میگیم اسم حروف مشبهه منصوب، واسعتون میگیم خبر حروف مشبهه چی؟ مرفوع. پس واسعت این از این. و در ادامه باز یه سبک دیگه یه تمرین داریم، اینو دقت بفرماییم. میگه کدوم درسته تو تحلیل و صرفی؟ در مورد یجعل میگه یک درسته یا دو؟ اختلاف ها رو چک کن. شماره یک نوشته معلوم، دو نوشته مجهول. یجعل اصلا اون نداره، مجهول نیست. تمام. مجرد یا مزید؟ خب مزید گفتیم اون وزن هایی که از اون وزن نیست، مزید نیست. پس پاسخ شماره چنده؟ یک. برکات، یک جمع تکثیر مکسر، جمع مؤنث، الف و ت داره، مؤنث، مکسر غلطه. جواب چنده؟ دو. تازه معرفه به عله دیگه، معرفه به علم نیست. علم یعنی اسم یک کسی، جایی مثل مریم، محمد، تهران، شیراز، علم هم نیست. تازه نقش کثیر البرکات مضاف الیه صفت، مضاف الیه صفت نیست. چرا؟ کثیر ا داره، برکات ا داره، اصلا ست هم نیستند. جواب دو. بعدی رو دقت کنیم. المعلمه تو تذهب الی المکتبه، معلم میگه میره به کتابخونه، میگه نقش این چیه؟ تازه معلم میرود. خب وقتی میرود مخاطب او میرود دیگه، پس مخاطب نیست. جواب چنده؟
دو به جواب رسیدیم. حالا ثلاثی معلوم مورب یا مبنی. بچه ها تو فعل ها ماضی امر همش مبنی هن. مضارع صیغه هنه و انتنه مبنیه. خواهی معلوم صیغه هنه و انتنه نیست، مبنی هم نیست. مکتبت اسم دیگه، مفرد یا جمع؟ مکتبت کتابخانه، مفرد، جمع نیست. پاسخ شماره چنده؟ یک. مورب یا مبنی، اسمی که ال داشته باشه مورب، مبنی نیست. تو درس 6 ساله 56 سال دهم خوندیم مورب مبنی. بچه‌ها مورب یعنی چی؟ کلمه‌ای که حرکت حرف آخرش تغییر میکنه، مثل کتاب ا، کتاب ب، کتاب بو. اما میگیم و، ب، من، حرکت حرف آخر تغییر نمیکنه. ذالک دیگه، ذالک، ذالکو نداریم. حالا اسمای مورب حرکت حرف آخرش تغییر میکنه. اسمی که اگه ال داشته باشه، تنوین داشته باشه، میگیم مربه. ببین ال مکتبت ال داره، مربه. خب این از این مطلب خیلی مهمه بود. باز برای اینکه سوال‌های بیشتر حل بکنیم از دیمای 99 انتخاب کردیم. بچه‌ها دقت بفرمایید. میگه اگه محل اعرابی، این کلمه نقشش چیه؟ طالبتان. خب جمله وقتی با اسم شروع میشه نقشش چیه؟ مبتدا. خوبه. میگه این تقرعانه میشه خبر. حالا این نخواست. میگه دوتا دانش آموز میخوانند درس‌هایشان را در حالی که پرتلاشند. مجدد تعیین حاله. شون به لا عبادت هم مثل تفکره. میگه هیچ عبادت مثل تفکر نیست. خب بعد لای اسمی اومد ا گرفته، بهش میگیم لای نفی جنس. پس عبادت نقشش چیه؟ میگیم اسم لای نفی جنس. مثل میشه خبر لای نفی جنس. تفکر نقشش چیه؟ بهش اضافه شد. تفکر رو میگیم مضاف الی. پس عبادت اسم لای نفی جنس، مثل خبر لای نفی جنس، تفکر هم مضاف الی. بعدی رو دقت بکنیم. شماره بعد و میگه که کدوم درسته. بچه ها دقیق بفرماییم. نزل الملائکت و تنزیلن. خواه نزله میگه فعل معلومه یا مجهول؟ معلومه معلوم نیست دیگه. اول او گرفته، او گرفته و ای داره. نزله مثل کتبه، فعل مجهوله. تازه وقتی فعل مجهول نائب فاعل داره دیگه، فاعلش هم غلطه. بعد فعل ثلاثی مجرد هم نیست. مزید اون وزنهایی که داشتیم، نزل یا نزل و تنزیل، فعل یا فعل و تفعیل، اون هشتا وزنه، ثلاثی مزیده. پس پاسخ شماره چنده؟ یکی. یکیشو تشخیص بدی که غلطه. تابلو دیگه بچی میگه معرفه است یا نکره؟ وقتی تنوین داره نکره دیگه، معرفه غلطه. پس پاسخ شماره چنده؟ دو. نزل تنزیلا مصدری است منصوب از جنس فعل جمله. درس 4 سال 12 هم معلوم مفعول مطلق دیگه، حالم نیست. تمام، همین سادگی. باز یه تمرین دیگه حل میکنیم بچه ها، خیلی مهمه، مال شهریور 99. ببین یه سبکی که تو آزمون ها میاد، اینا دقت بفرمایید، دوست داشتم که اینو با شما کار بکنم که قلقشو بگیریم. میگه مجز فل عبارات تالیه. میگه در عبارات زیر اینا رو مشخص کن. میگه مثلا مستستان، مستستامین رو معلوم کن، مفعول مطلق رو معلوم کن، حال، صفت، مضاف الیه. ببین اینا رو میگه مشخص کن، ببین که چی جوریه. از تو شماره 1 رو دقت کن. نقرا القصه قراعتن. این قراعتن نقشش چیه؟ با این نقره ارتباط داره، مال درس 4 سال 12 هم. نقره قراعتن مستریس منصوب از جنس فعل جمله. پس قراعتن چی بچه ها؟ مفعول مطلقه. بله قراعت مفعول مطلقه. دقیقت نقشش چیه؟ صفت. پس میگه صفت رو معلوم کن میشه دقیقت، مفعول مطلق رو معلوم کن میشه قراعت. چون که بعد قراعت یه صفتی اومده، میگه مفعول مطلقه چیه؟ نوعیه یا بیانی. این از این. شماره 1 میگه مستستان، مستستامن مشخص کن. مستستان، مستستامن. خب ما میگیم باید یه الایی باشه. بله. بعد الا اسمی که میاد مسئله رو میگیم مستثنا. مستستامن ازش جدا کردیم. مسائل رو میگیم مستثنا من. پس بعد الا وقتی میگه مستستان، بعد الا اسمی که میاد مسئله مستثنا، مسائل هم میشه مستثنا من. حال رو میگه معلوم کن. حال، خب هر وقت بعد از واو یه ضمیری بیاد، و هو و هم و هی، میشه جمله حالیه. پس اینم حاله. و مضاف الی میخوایم. مضاف الی، مضاف الی کدوم بچه ها؟ حل طلاب مسائل، این ریاضیات. حل، حل کردن دانش آموز مسائل را. حل فعل، طلاب فاعل، مسائل مفعول، ریاضیات مضاف الیه. ریاضیات چیه؟ مضاف الی. اینا رو یادداشت بکنید. حالا ببینیم دیگه چی داره که بتونیم حل بکنیم، که بتونه به شما کمک بکنه. سال 23 رو دقت کن. سال 23 تو عبارت زیر میگه اینا رو مشخص کن. مفعول، منادا، مجرور به حرف جر، خبر و مشبه یه نمره.
ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان. هلا الان منادامون کدومه؟ ربنا، پروردگارا. درس 5 سال 12 این کلمه رب منادا، پروردگارا. و مجرور به حرف جرمون کدومه؟ بله لل ایمان، اون کلمه ل حرف جر، ایمان مجرور به حرف جر. خبر حروف مشبه، حروف مشبه اون کدوم بچه ها؟ ان، میگیم ربنا اننا، ان حروف مشبه، نا اسمش. خبر حروف مشبه کدوم؟ سمعنا، خبر حروف مشبه. میگیم اسم حروف مشبه اسم و خبر میخواد. نا میگیم اسم حروف مشبه منصوب، سمعنا خبر حروف مشبه مرفوع. خب مفعولمون کدومه؟ میگه شنیدیم ما منادیان را. این منادیان چیه؟ مفعوله. تمام، این از این. بریم ببینیم که آخرین تمرین دیگه چی داره. ببین تکراری هم هست. میگه کدوم درسته تو زمینه اعراب و تعلیل و صرفی. با شما قلقه رو یاد گرفتید دیگه که باید چه کار بکنید؟ اختلافا رو چک کنید. میگه الرجل، الرجل نقشش چیه؟ اول جمله با اسمه. بله اینجا نوشته مبتدا، درسته، فاعل نیست دیگه. تمام، جواب شماره چنده؟ حالا بقیه رو هم چک بکنیم. مبنی نیست، گفتیم اسمی که ال داره معربه، مبنی هم غلطه. دومی تحدثه، فعل ماضی مضارع. خب میگیم تحدثه رو عوض تفعل، تفعل یا تفعل و تفعل. وقتی میگه تفعل فعل ماضی مضارع غلطه، پس جواب بیه. حالا ببینیم دیگه چیه. بعد فعل ماضی مبنی معرب چیه؟ غلطه. باب تفعیل یا تفعول، میگیم تفعل یا تفعل و تفعول، تفعیلم غلطه. خب من همون اول یکی از اینا رو بفهمم متوجهم که موضوع چیه. بعدی طلاب، مع جمیع طلاب. تو درسنامه گفتیم بعد از کلمه جمیع انده کل مضاف الیه میاد. پس طلاب مضاف الیه، مجرور به حرف جر، غلطه. پاسخ چنده؟ الف. طلاب بچا جمع دانش آموزان. میخوام تشخیص بدیم اسم فاعل یا مفعول، باید مفردش رو بگیریم. طلاب مفردش طالب، اسم فاعل دیگه، بر واسه فاعل، مفعولش غلطه. طلاب تازه جمع تکثیر مکسر دیگه، جمع مذکر نیست. ال داره، معرب، مبنی هم نیست دیگه. تابلو دیگه، کلی در موردش چیکار کردیم بچه‌ها؟ صحبت کردیم. بعدی مدرسه. رسیم مدرسه هستم، ببینیم نقشش چیه. فعل مدرسه، مدرسه بعد فی اومده، مجرور به حرف چیه؟ جر، مجرور به حرف جر. خب اینجا نمیشه صفت. خب تابلو که غلطه دیگه. حالا پاسخ شماره چنده؟ تازه اینجا نمیشه اسم مکان، درسته. تفصیل چیه؟ غلطه. و چیزای دیگه هم ممکنه باشه. ال داره، باز معربه، مبنی هم غلطه. حالا خب این از این. تو این قسمت هم بچه‌ها ما سعی کردیم که مطالب خیلی عالی در مورد نقش کلمات به شما بگیم، مبتدا، خبر و داستان‌های تو این زمینه که هم توی امتحان نهایی هم تو کنکور به دردتون بخوره. و کلی سوال حل کردیم، دیدیم برای سطح امتحان نهایی واقعا خیلی پایینه. بهترین کار اینه که برای امتحان نهایی حداقل این 18 دوره اخیر سوال‌های امتحان نهایی رو کار بکنید که همش تکراریه دیگه. حالا دانش آموزی که برای کنکور کار کرد، کمی شما به بچه‌ها صحبت می‌کنیم که آقا سطح سوال‌های امتحان نهایی واقعا خیلی پایینه برای دانش آموزی که البته برای کنکور کار کرده. و بهترین کار برای اینکه بتونید 20 بگیرید تو امتحان نهایی، حتما سعی بکنید کتاب درسی رو خوب بخونید، حتی برای کنکور. یه بار دیگه به شما بگم، مثلا می‌خواید درس 2 عربی سال 12 بخونی، اول چیکار می‌کنی؟ قواعد درس رو می‌خونی، لغت‌های اون درس رو بخونی، موجمو که مترادف متضاد و جمع مفرد کلمه رو دقت بکنید، معنی درس رو بخونید، حفظ نکنید بر اساس اون تکنیکایی که بلدید، مثلا کانه بیاد، قد بیاد، معلوم باشه، مجهول باشه، چجوری ترجمه میشه، اونا رو دقت بکنید. دونه دونه تمرین های کتاب رو حل بکنید، معنی تمارین رو بخونید. این میشه یه دانش آموز حرفه‌ای. این برای امتحان نهاییه. بعد میری نمونه سال امتحان نهایی حل میکنی. اما برای کنکور تمام این کارهایی که گفتم انجام میدی، حالا میری تست میزنی. پس کتاب درسی رو خیلی خوب بخونی بچه ها. خسته نباشید، دکتر یزدی هستم، با افتخار در خدمتتون هستم. وقت بخیر.